برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از برلین همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آقای هنرور، در گزارشی که پخش شد از آمار بالای اعدام‌ها در ایران شنیدیم. آیا تمام آنچه که در ایران صورت می‌گیرد با مبانی شرعی مطابقت دارد؟ ضمن سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و گردانندگان این شبکه وزین و این برنامه ارزشمند و همه مخاطبان و شنوندگان و بینندگان، عرض کنم کما اینکه در موارد دیگری در همین اخبار شیعه و در مصاحبه های دیگری عرض کردم، اساسا در مورد اعدام ها چه قصاص و چه اونهایی که به عنوان حدود اجرا میشه، فقه اسلامی چنین ظرفیتی رو در اختیار قوانین و محاکم قرار نداده. مواردی که اعدام در اسلام وجود داره، در فقه شیعه وجود داره، موارد بسیار محدودی است و گذشته از قصاص فقط یک موارد خاصی رو در بر میگیره که اون موارد هم در فقه شیعه منوط به حضور امام معصوم هم. و در عصر غیبت به نظر بسیاری از فقها ها اساسا قابل اجرا نیست و در حالت توقف قرار دارند، کما اینکه بسیار از مراجع هم این رأی رو دارند و علاوه بر این هم موارد بسیاری از اعدام هایی که صورت میگیره، مثلا اعدام های سیاسی که به عنوان محاربه صورت میگیره، اساسا حاصل یک تفسیر موسعی از محاربه هست که هم خلاف مسلمات شرعه و هم خلاف قانونه. ضمن اینکه علاوه بر اون بحث، در مورد محاربه هم 3-4 به اصطلاح گزینه قرآن قرار داده که اینا همیشه اشد اون رو در این موارد انجام میدن و نه مثلا نفی بلد یا موارد دیگر رو. و مواردی رو که در مورد کودک مجرمان هست که نظر بیشتر فقهای شیعه اینه که رشد در مسئله اعدام مؤثره و در برای رشد علاوه بر تعاریف استانداردی که وجود داره از نظر مسائل فردی، یک قاعده کلی و نوعی هم قانون تعیین کرده که این یک تعارض قانونی هست که مجریان قانون در جمهوری اسلامی برخلاف اونچه که قانون هست و یا تفسیر استاندارد و کلاسیکی که از قانون و فقه میشه ارائه داد، این امر را انجام میداد. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از برلین.